سلام، عرفان سلیمی هستم، ترانه سرا با سابقه 20 سال همکاری موفق با خواننده‌های موسیقی پاپ. امروز با سومین قسمت از فصل دوم نقد ترانه در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به کاور هفته و سم هفته. کاور هفته اختصاص داره به نقد یک ترانه‌ای که بر اساس موسیقیش بر اساس کار حالا کاور شده ای هست، که امروز به نقد ترانه اگه بد شد با صدای مهدی یغمایی بر اساس ملودی ایچیم دکی دومان، یکی از معروف‌ترین کارهای الیاس یالکینتاش ترک، خواننده ترکیه‌ای، و با ترانه از علی بحرینی این کار رو نقد کنیم. و سم هفته‌ام اختصاص داره به ماه پیشونی، کاری از هوشمند با صدا و ترانه مهدی دارابی. اگه بد شد نمیدونم، فکر کنم 4 سال پیش با صدای مهدی یغمایی، صدای زیبای مهدی یغمایی منتشر شد و ترانه‌اش هم علی بحرینی عزیز نوشت. هر دو از دوستا و همکارای قدیم من هستن، ولی خب ما در نقد ترانه در واقع کار دوستان و رفقای عزیزمون رو هم نقد میکنیم. این کار خب قطعا روی ملودی نوشته شده. طبق بررسی که ما کردیم خیلی مشکل قافیه و ردیف و اینا که اصلا نداشت. یه مدار راجع به مفهومش خواهیم صحبت کنیم. خودم برداشتی که از ملودی ایچیم دکی دومان داشتم، یعنی با خودم گفتم اگه من بخوام این کارو کاور کنم خیلی غمگین و خیلی دلتنگ، ترانه دلتنگی براش می‌نوشتم. اما خب ترانه علی بحرینی روشنه، ترانه یه که مثبت چشمنداز یه رابطه خوب نشون میده. ولی من حس میکنم وقتی میخوایم رو ملودی بنویسیم، حس ملودی گرفتن اولین قدمه که باید درست برش داریم. من فهم میکنم اگه مثلا در مورد دلتنگی نوشته میشد، شاید اون حزنی که تو ملودی هست بیشتر خودشو نشون میداد. اما خب شاید اتاق فکر این کار تصمیم بر این گرفتن که اگه بد شد ترانه دیگری داشته باشه. میگه یه زمان این شد ولی دیگه ممکن نیست، یه قدم دوری است. خب خیلی درست و زیبا. تو بگو چی شد که به اینجا رسوندی منو، این توه و منوه قافیه است. کمکم کردی که بفهمم با این عشق وندگاری تو دل من، بگو پیشم میمونی نزا چشمام ابری بشن. خب من و بشن هم قافیه است. به زمان میشه دیگه ممکن نیست قدم دوری است. تو بگو چی شد که به اینجا رسوندی منو، خب مشکل نداره. کمکم کردی که بفهمم با این عشق وندگاری تو دلم، بگو پیشم میمونی نزا چشمم ابری بشن، تو دل من ابری بشن. درسته. بعد اینجا ترجمه نگار خیلی زیباست. اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد میرم تا بمیرم، باید این عشق دنیا رو بگیره، هوا تا سن آسرم میگیره. اگه مثلا بخوام بگم حالا حرف خیلی خاصی زده شده، نه، ولی خب ترانه لزومن اولش اینه که باید سالم باشه و بعد لابلا یه حرفه حالا شیک و خاصی توی زده بشه، نه یه حرف پیچیده. ما خاص بودن رو با پیچیدگی اشتباه میگیریم. به نظر من در واقع خاص بودن به سادگی و تشبیه زدن سر جای لحظه. ببخشید. خب اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد میرم تا بمیرم، باید اینش دنیا رو بگیرم، هوا تصلا سرم نمیره. ورس دو، توی اوج دردم تو رو گم نکردم. یعنی دقیقا اون چیزی که من تو برنامه ترانه نویسی رو ملودی گفتم، ورس یک به این موضوع میپردازه، معمولا به حال میپردازه، اوج کار تو ترجیبنده، و ورس دو یک به یک قسمتی از رابطه میپردازه، یک قسمتی از قصه میپردازه که همون ماجراست، ولی خب مثلا ممکنه زمانش تغییر کنه. اینجا یه مقدار به گذشته برمیگرده. توی اوج دردم تو رو گم نکردم، نزا قلبم ببازه، همیشه آغوش من فقط رو به تو بازه. خب این اصلا مشکلی نداره. من بی احساس واسه لبخندت مردم، به غمت راضی نشدم. غم و لبخند پارادوکس زیباییه. قافیه هم درسته، به بازه و بازی قافیه خوبیه. مردم و نشدم، ما یه چیزی میگم تو ملودی بعضی موقع حالا مردم، حالا اینجا چون ملودی اجازه نمیداده که مردم با بردم، خوردم یا آوردم قافیه بده، که این دوتا دمه در واقع میتونه قافیه باشه. بعد تازه
به خط بعدش میگه اگه باورم کردی خودتو بسپار به خودم، این نشدنه با اون خودمه در واقع قافیه شده، اون گم نکردم جداست، به بازه و بازه با هم قافیه است، نشدنم خودم قافیه است و مردم در واقع با نشدنم اصلا قرار نبوده قافیه باشه و بقیه ترانه‌ام اگه بعد شد من اینجا میرم. ترانه خیلی درستیه، ترانه خوبیه، همیشه علی بهرامی سالم نوشته ولی بگیر نوشته، کارا شنیده میشه، هر وقتی هم که خواسته حالا مدار جدیتر و غیر مارکتی تر هم بنویسه پسش بر اومده. به نظر من ترانه‌سرای موفقی، فارغ از اینکه حالا رفیقمه، دوستمه، همکارمه، اما به نظر من آدمی که از در واقع ژورنالیست، عالم ژورنالیستی اومده در ترانه چندین ساله، به نسبت خیلی خیلی از ترانه‌سراها درست‌تر کار کرده و کاراش قابل دفاع‌تر بوده. قصه درنم یک عاشقانه است، توی اوج درم تو رو گم نکردم نزا قلبم ببازه. حتی من از قلبم ببازه، اگه من مثلا میگم اگه مثلا یه بردمی توش می آورد که به این ببازه و باختن این می اومد خیلی خوشگل تر بود. همیشه آقا شما فرورد تو بازه خوبه، اون لبخند و غمه خوبه، اگرم باورم کردی خودتو بسپار به خودم، دلتو بسپار به خودم، چون معمولا وقتی باور اتفاق میفته از دل اتفاق میفته. ترانه خوبیه، فقط من فکر میکنم اگه سوژهش حزن‌آلودتر بود و اصلا غمگین بود خیلی بهتر بود و اون غمتون ملودی زیبای الیاس یالکنتاش رو نشون میداد. اجرای مهدی اغمایی هم که مثل همیشه بی نظیره. تبریک میگم هم به علی بهرامی عزیز هم به مهدی اغمایی و غیر از یکی دو موردی که گفتم این کار به نظر من مشکل خاصی نداره. بپردازیم به سم هفته. ما در فصل یک وقتی ترانه های این چنینی مثل همین ماه پیشونی از این کاره این دست که زیاد شده و یعنی اصلا ارزش شنیداری هم به اون صورت نداره نقد میکردیم، میگفتن خیلی براش وقت میذارید، خیلی جدی میگیرینشون، واقعا قابلیت اینو ندارن. ما در نهر ترانه بررسی کردیم، دیدیم که انگار حق با مخاطبامونه، یعنی انقدر این کارهایی نیست که بخواد به لحاظ ترانگی ارزشش بررسی بشه و دقیقا به همون اندازه که مثلا یه کار خیلی خوب با دلسوزی و هم موقع نقد میشه، این کار هم این مدل کار هم اینجوری نقد بشه. ما این سم هفته رو جور گذاشتیم زنگ تفریح برنامه همون در هفته و میخواییم بگیم که این کارها خیلی همچین ارزش آنچنانی به اون صورت ندارن. حالا میخوایم کلامشو بررسی کنیم و بیشتر به نقد جدی نمی کنیم و فقط میپردازیم بهش که اصلا فلسفه شکلگیری نوشته شدن این ترانه ها برای چیه و اصلا چرا نوشته میشه و چرا اصلا دقت نظری روش نیست. میفرمایند آقای دارابی که با انگشت همه نشون میدن منو، یعنی مثلا ایشون انقدر خفنه الان دارن همه اینجوری نشونش میدن با انگشت، یعنی مثلا یکم به ایشمنی که ایشون نفهمه مثلا اشاره به دوستش نمی کنه، مثلا میگه نگاهش کن خودش نفهمه، همه با انگشت بسیار تابلوشون نشون میدن. حالا چرا یه هم یاد میگه ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی، یعنی ماه پیشونی اومد ایش قلبشون رو دید گفت بده بزنی، بده بزنی اینجوری. بله. بعد حالا این چرا با انگشت نشون میدن؟ چون ماه پیشونی قلبش رو خوب زده برد. حالا این ماه پیشونی اصلا کی هست؟ اصلا ما که اساسا آدم ماه پیشونی که نداریم، یک تشبیهه، خب استعاره از یک آدمی، حالا یه مشخصه‌ای داره مثلا میگن ماه پیشونی. خب این آدم غیر واقعی قلب اینو خوب زده برده، بعد همه با انگشت نشون میدن، هیچ معنی نداره. قبلش هم میگه اصلا قافی و ردیف اینا رو بزنیم کنار، وزنم که کارش نداریم چون رو ملودی احتمال زیاد نوشته شده، خوب و گولا اینجا میکنن قافیه. پاک این دل شده مست و خراب تو. خب حالا اصلا چرا؟ خب باش، حالا میگی ماه پیشونیه قلبشو زده برده. ببین این خراب تو، این دل ناب و تو گول زدی بردی. دل ناب، دل ناب یعنی چی؟ شراب ناب داریم، آدم ناب داریم، دل ناب اصلا دل... چی این دل ناب؟ دل
اینم یه چرت و پرته. بعد حالا آقا دیوانه میشه، وقتش دیوونه بشم به سیم آخر بزنم. والا شما خیلی وقت زدی، از وقتی که تصمیم گرفتی خواننده بشی، ترانه بگی، شما به سیم آخر زدی، همه رو هم دیوونه خودت کردی استاد. وقتش دیوونه بشم به سیم آخر بزنم. خب برای چی؟ سیم آخر آدم موقعی میزنه که میخواد که بدونم یه عملیات انتحاری تو زندگیش انجام بده، یه حرکتی بکنه، یه چیزی رو تغییر بده. خب تو که قلبشو قلبتو خوب زده برده، نباید میزده مثلا، بعد مثلا جای چه میدونم دستتو باید میزده. وقتشه که شماره تو بگیرم و زنگ بزنم. ماه پیشونی یک موجود خیالی، شمارش بگیری زنگ بزنی. شماره یه چیز خیلی ریال امروز، خیلی واقع گرایانه. بعد ماه پیشونی مثلا ایراد جنتی ترانه ماه پیشونی داره گوش خونده، توی گسترده رویا ای سوار اسب ابلق دنبال کدوم مسیری، توی تاریکی مطلق. بعد بیاد بگه ای سوار اسب ابلق بگو تو کدوم استبلی بیام سواره جم. خب اصلا اون جهان به این جهان ما، ماه پیشونی کجا، شماره کجا، نمیتونه سد کنه رامو، کسی جلودارم نیست. ما بذاریم خلوازیشو در بیاره. مثل تو یکی یه دونه آخه تو این عالم نیست. تمام این بزن بزن ها برای این بود که تو بگی یکی یه دونه توه در این عالم نیست. والا میگن بچه سوسکم برای مادرش که مادر سوسکا باشه اینقدر زیباست که میگه قربون دستگاه بلورید برم. خب هر کم هر که دوست داره مثل اون تو عالم نیست، در صورتی که مثل همشون در عالم است، واسه ما یکیه. حالا این ماه پیشونی تو بعد زنگ بزنم خیلی چرت و پرته، یعنی سم داره ازش قلقل میکنه. بعد حالا میگه حالیم نیست، ولم کن، خواهم بزنم، شماره رو بده بده بزنیم، یالا پاشو بیا پیش من، خواه زنگ بزنم ماه پیشونی رو. یعنی ببین چه عشقه که بشه ماه پیشونی بعد یالا پاشو بیا پیش من، آقا خماره الان نسخه، پاشو بیا پیش من، والا اون ناز و کرشمه رو ببینم، والا پاشو که من اون ناز و کرشمه رو ببینم. خب میخوام نبینی، بگو یه فیلم بگیره بفرسته، مگه تو شماره نداره؟ بگو یه فیلم بگیره بفرسته ماه پیشونی. ما را جادو میکنی، والا چشمون سیاحت کشته ما را. این همه عراجی بود. بعد مارا رو حالا میگه مارا، سیاحت هم میگه سیاحت. بابا ما راضی نیستیم شما انقدر ادیبانه بنویسی، انقدر زبان غیر محاوره بنویسی عزیزم. آه سیاحت مارو که مارو جادو میکنی، والا چشمون سیاحت هم مارو کشته. بعد تمام این بزن بزن و دیوونه بازیه واسه این که این بیاد اونجا. معذرت میخوام، خونه تک سرنشین گیر آورده، خونه خالی گیر آورده. همین معنی رو میده ترانت دیگه. حالا این میگم اینا رو میخوایم بکوبیم، خواهد چرت و پرته دیگه. حالا بپردازیم به شاهکار ترانه در ادامه. آسمون رو سنگ میزنم امشب بارون بزنه. برای چی بارون بزنی؟ تو که تو خونه ای، من میخوام پشت پنجره بارون ببینی؟ تو والا میخوای جادو ببینی، کرشمه ببینی، خط و خال ببینی، حالا آسمون رو چرا سنگ میزنی؟ هر کیو تو کوچه ببینم میگه اون جون من، تو که تو خونه نشستی خمارت ما پیشونیت، ما پیشونی بیاد. بعد هر کی تو کوچه ببینی، آها مثلا یکی میاد این داره زنگ میزنه در باز نمیشه، بعد یکی میاد صدا میکنه آی دارابی، بله این کیه دمه در، این جون منه، اون که واسه جون منه، یه همچین چیزیه دیگه. نرگس رو خبر میکنم عطرش رو امشب بیاره. والا من اولین بار که اینو شنیدم فکر کردم دختر خانومی به اسم نرگس که بهش میگن یه عطرکلون خوب داره، بیارش دوره هم بده بزنیم با هم، بده بزن. نرگس رو برای چی خبر میکنی؟ بعد عطرش رو امشب بیاره. اگه نرگس منظور گله که اون خود به خود عطرش باهاش میاد، اگرم چیزه که تو به یکی راضی نیستی، دو تا باید باشن که اون امریز علایده، ازش میخوام روتن خونه عطر تو جا بذاره. تو به نرگس میگی پاشو بیا، عطرش هم بیاره، بعد عطر اینو جا بذاره. خب اصلا نرگس رو چرا خبر میکنی؟ این بهش بگو اگه گله که والا گل نیست، ماه پیشونیه، بگو اون حالا عطری که میزنه دیانجی شنل هرچه برداره بیاره بزنه در دیوار خونه که تو دیگه نسخ نشی زنگ بزنی بهش. بعد دوباره میگه حالیم نیست و یالا پاشو بیا پیش من. تو رو خدا آقای دارابی
خیلی از دوستای مثل خودت، تو رو خدا از این بیزنس بیایم بیرون، تو رو خدا از این مارکت بیایم بیرون. ماها فردا میخواییم بچه دار شیم، ماها میخواییم بچه هامون آهنگ خوب گوش کنن، ترانه خوب گوش کنن. این خزعبلات رو نخونیم. ما این همه ترانه خوب شنیدیم تا اینجا شدیم. این شما داری چی درست میکنید برای نسل بعد، برای الانی ها. خودتون که 10 سال دیگه اگه عقلتون کار کنه که این چیزایی که جفنگیاتی که امروز به خورد مردم میدین و که خودتون هم بهش میخندید، ولی تو رو خدا ول کن، دست از سر این موسیقی و ترانه بردارید. البته دستتون در نکنه، ما 49 هفته تا پایان سال سم هفته لازم داریم، امسال شما باید خوراکی ما رو تامین کنید. ولی به خدا یه چند دقیقه طنز داریم، ولی این طنز تلخه، خنده تلخه، من از گریه غم انگیزتر است. نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی چرت و پرته. خب البته الان ممکن طرفدارای گرامی تو بلند شن به اینجا، این طرفدارای بعضی به ما فوش بدن. بگم ما انقدر پوستمون کلفته که وایسیم، ما جلوی حرفا وایمیسیم، ما وایسادیم، اومدیم که وایسیم، نیومدیم که بریم. مرسی ما رو دنبال میکنید. دوتا ترک متناقض، یکی خیلی زیبا لذت بخش با صدا و ترانه خوب، یکی هم این ماه میشونیم. بنده عرفان سلیمی خوشحالم برای تیمم نوا ترانه چند دقیقه در خدمتتون بودم. ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید، در اینستاگرام فالو کنید، زنگوله هر تا اپلیکیشن هم بزنید تا ما از اینکه پستی گذاشتیم سریع با خبر بشید، ما رو ببینید و امیدواریم این تلاش ما براتون لذت بخش و آموزنده باشه. خدا یار و نگهدارتون.